امروز روز جهانی قدس است و فلسطین هم همچنان مورد تهاجمات ارتش اسرائیل قرار دارد. وضعیت فلسطین مخصوصا غزه بیشتر از همیشه تیره و تار است. شرایط مردم فلسطین به شکلی است که هر انسان آزاده و دارای درک و آگاهی از حقوق انسانی از دیدن وضعیت مردم غزه آزرده و متاثر می شود. جمعه آخر ماه مبارک رمضان با ابتکار و هدایت امام خمینی رحمت الله علیه روز قدس نامیده شد تا مسئله فلسطین در افکار عمومی جهان به فراموشی سپرده نشود و مردم مسلمان هر سال در جمعه آخر ماه مبارک رمضان در حمایت از مردم فلسطین راهپیمایی کنند. در حال حاضر اما دیده می شود که آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف به نماد وحدت در میان شهروندان خیلی از کشورها از هر نژاد و دین و آیین در سراسر جهان در دفاع از انسانیت و آزادگی، تحقق عدالت و ابراز مخالفت با اشغالگری و ظلم و قتل علیه ملت مظلوم و تحت محاصره فلسطین توسط ارتش اسرائیل بدل شده است. اسرائیل اما همچنان به ارتکاب جرم و جنایت و قتل و کشتار خود ادامه می دهد. این کشتار متاسفانه نزدیک به 40,000 نوزاد، کودک، زن و مرد، هزاران جرب زمین سوخته و ویرانی کامل نوار غزه با تخریب خانه های مسکونی، تأسیسات زیربنایی، شفاخانه ها، مکاتب، مساجد و تحمیل گرسنگی مردم تا سرحد مرگ همچنان ادامه دارد. امروز در این برنامه روز جهانی قدس و شرایط فعلی فلسطین را به بحث و بررسی می‌گیریم. سلام و وقت شما بخیر. در این برنامه شرایط فعلی فلسطین و اینکه چرا روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس نامیده شده است را به بحث و بررسی میگیریم. در این برنامه در خدمت آقای عبدالعلی حسنی و سید آقا حسن حسینی اساتید دانشگاه و آگاهان مسائل سیاسی هستیم. جناب استاد حسنی و آقای حسینی بسیار خوش آمدین، سلام بر شما. بحث از آقای حسنی شروع بکنیم. آقای حسنی، دلیل و هدف از نامگذاری روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتان و بینندگان محترم تلویزیون. خدمت شما شفا که در مورد نحوه نامگذاری و علت نامگذاری اگه بخوایم بحث کنیم، در سال 1358 ابراهیم یزدی وزیر خارجه وقت ایران پیشنهاد را خدمت حضرت امام خمینی مطرح میکنند که جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس اعلام شود و هدفش هم بیشتر متمرکز بر دو موضوع است. در گام نخست در اون شرایط هم مردم فلسطین و مسلمانان در اون سرزمین مورد هجمه و تجاوز رژیم صهیونیستی قرار داشت و از طرف دیگر میخواستم به نحو توجه جامعه جهانی و بیویژه مسلمانان نسبت به این فجایعی که در سرزمین فلسطین در طول سالیان اشغال به بار آمده بتواند بازگو بکند و به نحوی به نمایش بگذارد. پس دو هدف اساسی را میشه نام ببریم. در قسمت اول اون اهمیت و جایگاه قدس و فلسطین و اون مسلمانانی که اونجا تحت اشغال هستن برای کلیه مسلمانان جهان به نحوی، و از طرف دیگر برای جامعه جهانی گوشزد بکنن که خب در اون مقطع زمانی اسرائیل چه جنایت‌هایی را در این سرزمین مرتکب میشه و نیاز است که مورد توجه قرار بگیرن. و هدف دوم این بود که توجه مسلمین و کشورهای و دولت‌های اسلامی را جلب بکند به این که بیان در این روز به نحوی باز دوباره اون مسائل اشغال را مورد توجه قرار بدن و از هر ابزار و امکانی که در دست دارند بتوانند که اولا اعلام حمایت بکنه از این مردم مظلوم و از طرف دیگر بتوانند بین خودشون یک نوع هماهنگی به وجود بیاورند تا از هر طریق ممکن بتوانند از مردم فلسطین حمایت بکنند و راهکاری برای پایان اشغال مطرح بکنند. و این دو هدف را در اون مقطع زمانی مطرح کرد. وقتی که این اعلان شد که روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده، اکثر اندیشمندان جهان اسلام بیانیه دادند و اعلام حمایت کردند از این مسئله و از اون زمان تا هنوز می‌بینیم که هر سال مورد حمایت هم کشورهای اسلامی قرار داره این مسئله، به صورتی که میگن خب
راهپیماهای خیلی باشکوه ما داریم در اقصا نقاط کشورهای اسلامی، و از طرف دیگر در طول سالیان با توجه به آگاهی عمومی که برای جامعه جهانی و ملت‌های غیر مسلمان به وجود آمده، می‌بینیم که خیلی از کشورهای غیر اسلامی هم در این روز بزرگ داشت می‌کنند و با حضور در خیابان‌ها و اعلام حمایت از این ملت مظلوم می‌پردازند، و از طرف دیگر تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی را محکوم میکنن. در حدود 80 کشور به صورت سالیانه این روز را تجلیل میکنن و با حضور در خیابان ها و سرک ها و با انتشار بیانیه هم از مردم مظلوم فلسطین اعلام حمایت میکنن و در مقابل اشغالگری رژیم صهیونیستی را هم به نحوی محکوم میکنن. بله آقای حسن، این که فرمودین در نزدیک به 80 کشور جهان از اون زمانی که نامگذاری شد به روز جهانی، به نام روز جهانی قدس، تا هنوز همچنان تجلیل میشه توسط کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای اسلامی، این تجلیل از روز جهانی قدس چه نقشی در جامعه اسلامی داشته و دارد، و این که اون اهداف را که شما توضیح دادین آیا تا هنوز برآورده شده، یعنی به اون اهداف دست یافته شده؟ خب ما از دو منظر میتونیم که مثلا مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. در قدم نخست اون اهدافی که بوده در این روز واقعا اون اهداف به نحوه به نمایش گذاشته میشه و دوباره احیا میشه، که اول مسئله اشغال دیگه به یک امر عادی تبدیل نشه. هر سال باید مردم دنیا و بیش مسلمانان اعلام بکنند که بله، این سرزمین متعلق به مردم فلسطین و مسلمانان هست که تحت اشغال قرار گرفته و به صورت ظالمانه اونجا اشغال شده و مردم مظلوم اونجا مورد ظلم قرار میگیره و به نحوی هست. و از طرف دیگر هم نیاز این که این مردم نیاز به حمایت داره و کشورهای اسلامی حتما باید توجه داشته باشند، و این از نظر روانی تاثیرات خاص خود داشته، توانسته این روز رو به عنوان یک روز جهانی در تقویم جهانی به اصطلاح تثبیت بکنن و هر ساله بدون اینکه کدام برنامه ریزی به اصطلاح جمعی صورت بگیره، مثلا پشت این برنامه سازمان همکاری اسلامی باشه، بلکه به صورت خودجوش مسلمانان در هر نقطه از دنیا و جامعه جهانی و ملت‌های آزاده جهان هم به نحوی میان که این روز را بزرگداشت میکنن، تبدیل شده به یک فرهنگ عمومی، یک سنت، یک سیره ایجاد شده. از این منظر توانسته اون هدف به اصطلاح که در اون مقطع زمانی مد نظر بوده محقق شود. اما اینکه چگونه در عرصه عمل کشورهای اسلامی توانسته از این به اصطلاح فرصت استفاده بکنه و از این روز بتواند به نحوی برای هماهنگ سازی فعالیت های خود و اینکه یک تصمیم مشترک بگیرن که بتوانن بالاخره در مقابل اون فجایعی که در فلسطین به بار می و اون اشغالی که در اونجا اتمام داره، به صورت عملی یک سیاست عملی در پیش بگیره، یک راهکاری که هم از بعد سیاسی بتواند به نحوی به اصطلاح پایانی بر اشغال باشه و از بعد نظامی حمایت های صورت بگیره، از بعد اقتصادی بتواند که بنیه مالی مردم فلسطین رو به نحوی تامین بکنه. متاسفانه در این قسمت ما کاسه هایی رو میبینیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب متاسفانه کشورهای اسلامی، دولت های اسلامی اکثرا تحت نفوذ قدرت های غربی هستند، به ویژه آمریکا. و از اون طرف هم میبینیم که آمریکا تمام قد از رژیم اشغالگر قدس حمایت میکنند، و این امر باعث شده که متاسفانه در جبهه جهان اسلام و دولت های اسلامی ما اون طور که باید و شاید نتوانیم به اون اهدافی که مد نظر بود برسیم. خلایی که در قسمت و آرمان وجود داره، حالا آماده تقریبا به اصطلاح اکثر دولت ها و کشورهای حتی عربی ملی گرایی را بیشتر به اصطلاح محدود به خود کشور خودشون کرده. یعنی کشورهای عربی در یک مقطع زمانی وقتی که مثلا ملیت عرب مطرح میشون، زمان جمال عبد الناصر و بعدش، خب کل کشورهای عربی وقتی که یک حادثه رخ میداد از اون مثلا حمایت میکردن، چنانچه که ما جنگ های مختلف را شاهد هستیم که بر علیه اسرائیل به اصطلاح رخ داد، و اینم به خاطر اون احساس تعلق به اصطلاح به اون نژاد عرب یا قوم یا اون به اصطلاح آرمان عربی بود که اون زمان دنبال میشد. اما متاسفانه در شرایط فعلی میبینیم که اون مسائل ملی یا منافع ملی محدود به اون به اصطلاح جغرافیا و قلمرو خاص هر کشور شده. به طور خاص مثلا عربستان که بین کشور بزرگ اسلامی به شمار میره و خیلی ظرفیت های زیادی داره که میتونه هم در بعد سیاسی، هم در بعد اقتصادی و حتی در بعد نظامی از مردم فلسطین حمایت بکنه، متاسفانه کل مسائل محدود به قلمرو خودش کرده است. مسئله اسلام، مسئله به اصطلاح عرب بودن، اینجا ناسیونالیسم عربی اصلا هیچ گونه مطرح نیست. مثلا شما میبینید که در جریان طوفان الاقصی و فجایعی که
اسرائیل با بار آورد، حتی مصر در اون اوائل مرز خودش را بست، یعنی حتی کمک ها رو اجازه نمیداد که به اصطلاح به مردم فلسطین برسه. پس ببینید که متاسفانه در قسمت دولت های اسلامی ما دچار خیلی مشکلات عدیده هست که نتوانسته اون طور که باید شاید در موضوع در مسئله فلسطین موضوع جدی و قاطع و عملی بگیرن. تشکر. به خاطر افتراقات و اختلافات و تشتتاتی هست که در بین کشورهای اسلامی مشاهده است. درست. آقای حسینی، شما اگر امکان داره در آغاز به اهمیت این تجلیل ها از روز جهانی قدس کمی اشاره داشته باشین و توضیح بدین که چقدر نقش داره و چقدر اهمیت داره که همه ساله تجلیل میشه از این روز، و این که وظیفه و مسئولیت مسلمانان و دولت های اسلامی در قبال فلسطین و مردم فلسطین که در شرایط حال حاضر با بدترین فجایع دست و پنجه نرم میکنن چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت جناب عالی همکاران شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم و در دهه آخر ماه مبارک رمضان قرار داریم. از همه خواهران و برادران هم التماس دعا داریم. امیدواریم که مسلمان ها در یکی از فعالیت هایشان دست برداشتن به دعا برای رفع معضلات جهان اسلام و از جمله معضل بزرگ فلسطین دست به دعا بردارن و دعا کنن انشاءالله مشکل مداری مرتفع بشه. خدمت شما عرض کنم که کاری که مرحوم امام خمینی کرد با نامگذاری روز جهانی قدس در تکمیله فرمایشات جناب آقای دکتر حسنی اشاره بکنم، یک پیامد و اثر مهمی که داشت این بود که مسئله فلسطین رو از سطح گفتگو در بین سیاسیون و حکومت‌های اسلامی آورد در بدنه جامعه اسلامی و مردمی کرد. توجه دارین که از لحاظ بحث سیاسی و حکومتی سازمان کنفرانس اسلامی هدف اولیه تأسیسش حمایت از مردم فلسطین و آزادسازی فلسطین در واقع و کوتاه کردن دست اسرائیل از فلسطین بوده، ولی به مرور زمان می‌بینیم که منافع دنیایی و در واقع مسائل سیاسی به سمت و سوی میره که کشورها و حکومت‌های اسلامی کم کم اون اهداف عالیه را فراموش می‌کنند و مرحوم امام با نامگذاری روز قدس در واقع کاری کرد که این فلسطین، مسجد الاقصا به تعبیر قرآن ارض المقدسه و محل شروع معراج پیامبر هست، بیت المقدس و قبله اول مسلمان هاست، با همه این ویژگی ها فلسطین و بیت المقدس فراموش نشود. و این که با آمد این جریان مردمی شد و مظاهره ها و تظاهرات های خدمت شما عرض کنم در کشورها و شهرهای مختلف کشورهای اسلامی و بعد حتی کشورهای غیر اسلامی به خصوص اتحادیه اروپا و آمریکا و جاهای دیگر صورت گرفت، مردم دنیا، غیر مسلمان ها و سیاسیون کشورهای حتی غیر اسلامی و اندیشمندان غیر اسلامی به مظلومیت مردم فلسطین و غاصب بودن و جنایتکار بودن و در واقع اشغالگر بودن حکومت اسرائیل توجه بیشتری بکنن و توجه به این مسئله باعث میشه که در موضع‌گیری ها، در مسائل سیاسی، در جریانات روانی و در قانونگذاری کشورها تأثیر داشته باشه. با اینکه توجه دارید که متاسفانه طی سالهای اخیر خیلی کوشش شد از ناحیه استکبار جهانی که حتی رابطه حکومت‌های اسلامی و عربی را با رژیم اشغالگر قدس در واقع هموار کنه، یک سازش جهانی ایجاد کنه و به بهانه صلح و خاورمیانه جدید در واقع با بعضی از کشورهای ضعیف اسلامی هم این کار هم شد، یعنی روابط سیاسیشون برقرار شد و حرمت برقرار کردن روابط با اسرائیل هم شکسته شد. یعنی همه کشورهای اسلامی دست جمعی تحریم کرده بودند. خدمتشون با اینکه کشورهای اسلامی در آغاز همه متحدانه به ویژه کشورهای عربی خب رابطه با اسرائیل را یک
قبیح رفتار فعل قبیح سیاسی میدانستند و زشت میدانستند و تقبیح میکردند و با اسرائیل وارد جنگ شدند در سال به خصوص جنگ مهم اعراب اسرائیل در سال 1967 خب ولی با مرور به سمت و سوی رفت که متأسفانه حکومت ها به تدریج روابط اقتصادی و بعد بعضی ها روابط سیاسی شون هم با رژیم اشغالگر در واقع برقرار کردن و اگر نبود این مظاهره های مردمی روز جهانی قدس که اصلا کم کم مسئله فلسطین فراموش میشد و حتی انتفاضه ها هم یکی پس از دیگری شاید شکل نمی گرفت، یک روز انتفاضه سنگ یک روز به نحو دیگر و امسال هم بحث طوفان الاقصا اونم به قسمی که آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر با همه حمایت های نظامی و سیاسی پشت سر اسرائیل و اسرائیل هم با قساوت تمام عیار به قسمی که حتی با یک حیوان هم این گونه رفتار نمی کنن اعتقادن و به همین خاطر است که میبینیم بین 30 تا 40 هزار انسان بیگناه زن و کودک و پیر و جوان کشته میشن. تازه اونو از این که کودکان فلسطینی کشته شوند خوشحال هم هستن ولی نمیتوانن یک یا دو گروه مبارز و جهادگر فلسطینی را خدمت شما عرض کنم که نابود بکنن. اهدافی که تعیین کرده بودن این بود که حداقل حماس نابود بشود ولی میبینیم که حماس همچنان مقاومت میکنه. این نیست مگر با همون حمایت ها با حمایت های بعضی از کشورهای اسلامی و بعضی از حکومت ها نه همه جهان اسلام و حمایت های مردمی جهان و البته این مظاهره ها این موزگیری ها و این در واقع اعلام حمایت ها که در رسانه ها هم در واقع پوشش خبری هم داده شده تأثیر گذاشته حتی روی موزگیری های بعضی از سیاسیون کشورهایی که اون دولت ها حامی رژیم اشغالگر هستند. بله آقای حسین، میخواستم مشخصا پرسان بکنیم چه تأثیری گذاشته این مظاهرات و این تظاهرات های گسترده جهانی در قبال وضعیت مردم فلسطین، گرچه از جنگ عرب و اسلام با اسرائیل اشاره کردین، از تحریم کشورهای اسلامی که اسرائیل را تحریم کرده بود اشاره کردین و بعد فرمودین که تا حدود رابطه بین اسرائیل و بعضی از کشورهای ضعیف اسلامی به طرف عادی سازی شدن پیش میره، اما در شرایط حال حاضر این تظاهرات کماکان جریان داره، اینها چه تأثیر مشخصا گذاشته روی این وضعیت؟ خدمت شما عرض کنم که اولین نکته اینه که این عادی سازی روابط اسرائیل با کشور اسلامی متوقف شده. ثانیاً از نظر روانی الان همه ملت‌های کشورهای اسلامی با مردم فلسطینن و برخی از کشورهای اسلامی مثل لبنان، مثل یمن، مثل سوریه و حتی بعضی از کشورهای دیگر اینا حتی اقدامات عملی به نفع مردم فلسطین هم داشتن و مردم فلسطین به ویژه مبارزین فلسطینی هم روحیه گرفتن و توانستن الان اینا نمیتوانستن شما حساب کنید در سال 48 میلادی و 67 میلادی با اینکه کشورهای مختلف از فلسطین حمایت میکردن ولی در مثلا سال 67 در 6 روز علاوه بر اینکه کل فلسطین از دست دادن بخشی از کشورهای مجاور لبنان، سوریه، اردن و مصر رو هم از دست دادن ولی الان میبینیم که این تأثیر این مقاومت و در واقع ایستادگی و حمایت‌های مردمی است که 6 ماه تمام هست هرچه اسرائیل میکوبه و جنایت میکنه نمیتوانه مبارزین فلسطینی رو از پا در بیاره و اینا همچنان دارن مقاومت میکنن و جریان رفت به سمتی که اسرائیل و حامیانش مجبور شدن که ترک مخاصبه و ترک جنگ را و صلح موقت را بپذیرن و این نبود و حتی سازمان ملل در واقع بتونه قطعنامه صادر بکنه به این که در فلسطین و در نواحی غزه صلح موقت ایجاد بشه در حالی که کشورهای مختلفی از جمله آمریکا قطعنامه های قبلی را وتو میکردن و اجازه نمیدادن که در واقع جلوی تجاوزات رژیم اشغالگر گرفته شود. گرچه دولت های اسلامی میتوانستن خیلی کارهای دیگری هم
هم بکنن و پیگیری بکنن که نکردن. یعنی ما اون اهداف عالیه‌ای که میشد مسلمان ها برای حمایت از قدس و بیت المقدس و مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه داشته باشن، و یکیش این بود که این توقف جنگ توقف دائمی باشد و تعداد کشته ها و شهدا به حدود 40,000 انسان نرسه، مجروحین به بیش از 70,000 نرسه و بیش از 2,000,000 انسان آواره نشود و خانه ها و شهرها در واقع تخریب نشود و محاصره شکسته شود که متاسفانه شکسته نشده است، همچنان غزه در محاصره است. میشد یکی از اهداف این باشد که رژیم اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین به صورت کامل عقب نشینی کنه، وادار به عقب نشینی شود و ترک کنه این مناطق دست خود فلسطینی ها قرار بگیرد که متاسفانه تا به حال محقق نشده. یکی از کارهایی که میتوانست انجام بشود و میتوانند کشورهای اسلامی انجام بدن علاوه بر ترک روابط سیاسی با حکومت غاصب فلسطینی، معاملات اقتصادی را هم کلن قطع بکنند. یعنی تحریم اقتصادی بشود اسرائیل، تحریم سیاسی بشود و انواع دیگر ارتباطاتشون به مردم و کشورها و حکومت‌های اسلامی با اسرائیل قطع بکنن که متاسفانه قطع نکردن، و در مقابلش حکومت‌ها بتوانن حمایت‌های مالی، حمایت‌های سیاسی از مردم فلسطین به ویژه مردم غزه داشته باشن و حتی اگر بتوانن حمایت‌های نظامی هم داشته باشن و در کنارش کمک های بشردوستانه از مردم فلسطین داشته باشند، کمک های صحی داشته باشند، کمک های مالی، خوراکی و امثال اینها. و ما شاهدی نباشیم که برخی از کودکان فلسطینی از گرسنگی و از تشنگی و بر اثر سوء تغذیه جان خودشان را از دست میدن و اینا برای جهان اسلام در واقع یک نوع خجالت آوره که اینقدر نتوانن 50 و چند کشور اسلامی از یک ملت مظلوم حمایت بکنن که اینها از گرسنگی بمیرن و اینا فقط تماشاگر باشن. بله، تشکر آقای حسینی. جناب آقای حسینی، بر اساس نظر و تحلیل شما کشور اسلامی در حال حاضر چه کاری میتونن برای فلسطین انجام بدن یا چه مسئولیت و رسالتی در قبال مردم مظلوم فلسطین دارن؟ مشخصا اگه بفرمایید. خدمت شما عرض شود که خب کشورهای اسلامی پتانسیل ها و ظرفیت های خیلی زیادی داره که میتونه از اونها استفاده بکنه. تا در قضیه فلسطین یک موضع خیلی جدی، عملی و تاثیرگذار داشته باشه. در گام نخست از اونجایی که خب فعلا بحث جنایت رژیم اشغالگر قدس به حد اعلا رسیده و نیاز از کشورهای اسلامی، خب 55 کشور از خیلی جمعیت به اصطلاح کلانی را دارا می باشد و در موقعیت جغرافیایی خیلی خوبی قرار دارد. مثلا به طور خاص شما نگاه کنید جنبش انصار الله یمن وقتی که وارد عرصه میشه، خب میبینیم که کلا بحث تجارت اروپا تحت تاثیر قرار گرفته. یعنی مواد غذایی در اونجا خیلی به اصطلاح به شدت بالا رفته و اینکه مواد در موقع خاص نمیرسه و حتی مثلا اون ضروریاتی که رژیم صهیونیستی بخواست از کشورهای مختلف از این مسیر به اصطلاح منتقل بکنه، خب جلوش گرفته شده. خب این یک موقعیتی داره که میتونه به اصطلاح به نحو خیلی خوبی بتونه هم اسرائیل ادب بکنه هم کشورهای حامی اسرائیل. یعنی یک نمونهش یمن بوده. خب اگر شما بتونید که به اصطلاح را بگیم که مصر وارد عرصه شه و مثلا عربستان سعودی شه و بقیه کشورهای اسلامی، قطعا بتونه خیلی تاثیر عمیق داشته باشد. از بعد سیاسی خب وزنه خیلی کلانی در سایه بین الملل داره کشورهای اسلامی. خب در مجموع تا حدودی فعالیت داشتن، مثلا قطعا ماهای مختلفی به اصطلاح در شورای امنیت از سوی کشورهای اسلامی اونجا مطرح شد، اما این کافی نیست. باید در قالب یک اقدام عملی کشورهای اسلامی بتوانن سازماندهی مجدد داشته باشن، همونطور کشورهای غربی. مثلا آمریکا و اروپایی ها آمدن رؤسای جمهوریش در فلسطین اشغالی رسما از نتانیاهو و رژیم صهیونیستی حمایت کردند و
به صورت به اصطلاح رسمی و سیاسی. و از طرف دیگر با اینکه میدانند که این رژیم از امکاناتی که در اختیارش قرار میگیرد، اسلحه و تمام امکانات نظامی برای از بین بردن ملت مظلوم فلسطین استفاده میکنه، با این حال هم باز مسائل حقوق بشری را برایشون اصلا اهمیت نداره. باز میبینیم که آمریکا چندین میلیارد دلار تصویب کرده که اسلحه به خصوص بمب ها به اصطلاح در اختیار اسرائیل قرار بگیره، اما طوری که اونها حمایت کردن، خب در مقابل کشورهای اسلامی میتونه حمایت این چنینی داشته باشه. خب چند بار جنبش حماس اعلام کردن که ما نیاز به اسلحه و مهمات و تجهیزات نظامی داریم. خب بعضی کشورها مثلا خب جریان مقاومت قطعا پشت این جریان هست، حمایت میکنم از نظر سیاسی هم از نظر نظامی هم از نظر اقتصادی فعال هستن، اما نیاز از کشورهای دیگر هم بتونه در این عرصه وارد شون. مثلا مصر میتونه خیلی نقش و رول فعال ایفا بکنه، چون نزدیک به اصطلاح نوار غزه هست و هم مرز با نوار غزه هست، از نظر سیاسی زمینه به اصطلاح ارتباطات فراهم بکنه. مثلا به طور خاص میبینیم که قطر خیلی فعال ظاهر شده، چند دور مذاکرات برگزار کردن و مصر هم در اینجا به اصطلاح نقش داره که بتواند به نحوی اون جریان را به سمت سوی هدایت بکنه که تجاوزها خاتمه پیدا بکنه و مردم فلسطین از این فجایعی که روی اون به اصطلاح رخ میده به نحوی نجات پیدا بکنن. خب ببین دو سه کشور به اصطلاح فعال هست، خیلی تاثیرگذار بودن. این در بعد سیاسی و این فشارها هم باعث شده که به اصطلاح تا حدودی کشورهای غربی هم متقاعد شده که بالاخره باید به این تجاوزات خاتمه داده شود. از نظر اقتصادی خب شما ببینید متاسفانه وضعیت رقابت‌بار مردم فلسطین در این شرایطی که حتی نانی برای خوردن نداره، بعضی به اصطلاح گزارش‌ها رو می‌بینه که اینا به خوردن علف رو آوردن و یک مورد یک عکس واقعا خیلی تکان دهنده رو من دیدم که به اصطلاح یک کودک مظلوم و به اصطلاح به لباس فلسطینی که در دهان یک سگ بود. ببینیم وضعیت رقابت‌بار به این حد رسیده که اصلا کسی نیست که حتی همین 10000 80000 مردمی که زیر آوار مانده کسی نیست اما به اصطلاح اینا را زیر آوارها بیرون بیارن و از نظر به اصطلاح مواد غذایی، کمک‌های صحی و اجتماعی نیاز به حمایت‌های جدی کشورهای اسلامی دارن که خب برخی ها حمایت کردن اما نیاز است که حمایت بیشتر صورت بگیره. در این عرصه با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود داره میتونه از این ظرفیت‌ها استفاده بکنه و حتی برای فشاری بر کشورهای غربی گناه هم اسرائیل هست و مانع جدی برای برقراری صلح هست بتونه از مثلا بحث تحریم استفاده بکنه. مثلا شریان نفت که هم مثل یک خون در رگ‌های اقتصاد جهانی جریان داره بتونه با بستن لوله‌های نفت به کشورهای غربی اونها رو واردار بکنه که اسرائیل رو تحت فشار قرار بده تا این جنایت ها و این فجایع را خاتمه بدهند. و از نظر نظامی مهمترین بخشی که هست اینه که خب همونطور که جناب آقای دکتر حسینی اشاره کردن، اسرائیل از اون روز اول جنگ تا آخر اعلام کردن که ما می‌خوایم که جنبش های حماس و اصلاح جهاد اسلامی رو نابود بکنیم، اما تا هنوز موفق نشدن. چرا؟ چون اینا اون ظرفیت های انسانی موجود رو دارن اما فعلا نیاز به حمایت دارن. بالاخره این جنگ هست، در جنگ دو طرف نیاز به امکانات داره. از اون طرف کشورهای غربی به شدت از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه، اما در جبهه مقابل باز نیاز است اگر قرار است که این جنایت های ادامه پیدا بکنه نیروهای مقاومت هم حمایت صورت بگیره ازش، امکانات نظامی در اختیار اونها قرار بگیره. خب ما میبینیم جریان مقاومت حمایت میکنن، این کافی نیست، کشورهای دیگر هم باید سهم بگیرن که متاسفانه مسائل سیاسی، مسائل خودبندی هایی که در خود منطقه وجود داره باعث شده که متاسفانه در این عرصه خیلی تاثیرگذاری جدی را نداشته باشیم. حتی خب در این به اصطلاح فجایعی که با بار آمده کشورهای بزرگی مثل مثلا عربستان سعودی و مصر میبینیم خیلی به صورت عادی و همون جریان فعالیت هایش ادامه داره و هیچ گونه واکنش جدی نسبت به قضیه فلسطین نشان نمیده، در حالی که جریان مقاومت ما میبینیم که فعال هست، هم در عرصه سیاسی هم در عرصه نظامی هم در عرصه سیاسی اقتصادی. و این نیاز جدی هست که باید کشورهای اسلامی از خواب غفلت بالاخره بیدار شوند، یا خود مسلمان ندونن یا اگر مسلمان میدانن بالاخره حداقل های وظایفی که در قبال ملت فلسطین داره اونها بتواند که به اصطلاح از عهده‌اش بر بیاین. اما خب در مجموع اگر یک جنبندی از موزه نهاد داشته باشه، متاسفانه با توجه به اختلافات درونی کشورهای اسلامی و قطبنده ها و دستبنده هایی که وجود داره، اون هم به خاطر نفوذ قدرت های غربی که اونها آمدن تیکه تیکه کردن، متاسفانه در شرایط خیلی مطلوب قرار نداره و اون ظرفیت هایی که داره متاسفانه چی در بعد سیاسی، چی در بعد اقتصادی، چی در بعد نظامی نمیتوانند که حمایت های لازم را از مردم فلسطین داشته باشند. هم با بعد اجتماعیش که آخرین نکته خدمت شما عرض میکنیم که مردم مسلمان و ملت های اسلامی واقعا در طول
این 6 ماه با اعلام انزجار خود در طریق برگزاری راهپیماری ها تظاهرات ها به نحوی حمایت خود را اعلام کردند. خب ملت ها دستشون به اصطلاح کوتاه است، تا دولت ها کار نکنن به اصطلاح ملت ها نمیتوانند. و در این جریان میبینی که حتی رسانه ها هم خیلی تاثیرگذاری مهمی میتواند داشته باشند. خب به خاطر همین هست میبینی که نتانیاهو رسما دفتر الجزیره را مثلا در چی اسرائیل میبندن به خاطر تاثیرگذاری که در فجایع اونجا گزارش میدن و وقایع را گزارش میدن اون جنایت هایی که به اصطلاح اینا مرتکب میشن. پس در ابعاد مختلف میتواند حمایت صورت بگیره، اما متاسفانه حمایت ها به اون صورتی که باید باشد تا هنوز نیست. بله تشکر آقای حسنی. آقای حسینی، همونطور که از صحبت های هر دو شما اساتید برمیه، همه کشورهای اسلامی تا حد توان تلاش خود کرده، اما کاستی های هم در این زمینه وجود داشته، کوتاهی های هم صورت گرفته. به قول آقای حسنی که کارهایی را میتوان انجام داد، میتوانست کشور اسلام انجام بده، اما تا هنوز انجام نداده، چیزی که خود شما هم اشاره کردین. به هر حال این بازی دوگانه از طرف کشورهای غرب همچنان جریان داره در قبال مسئله فلسطین. مثلا آمریکا گاهی پیشنویس قطعنامه را برای برقراریاتش پس در غزه ویتو میکنه، گاهی میلیاردها دلار تسلیحات نظامی را به اسرائیل کمک میکنه و چند بسته غذایی به فلسطین ارسال میکنه. به نظر شما اگر این بازی همچنان جریان داشته باشه و دورنمای پیامد اشغال فلسطین در شما در آینده چگونه پیش بینی میکنین، چه هشداری را میتونه در پی داشته باشه؟ خدمت شما عرض کنم که توجه داریم که طرف مقابل حمایت هاش از رژیم صهیونیستی حمایت های همه جانبه در همه ابعاد و علنی هم هست و علنی هم هست و قانون تصویب میکنه، بودجه میگذاره و سلاحهای کشتار جمعی میفرسته و امثال اینها. ولی کشورهای اسلامی حمایتشان از مردم مظلوم فلسطین و مردم غزه نه همه جانبه است و نه علنی، و خیلی از حمایتهایشان گاهی در حد شعاره که آقا ما حمایت میکنیم از این که اینا کشته نشون، آقا صلح شود در همین حد، اما اینکه از اینا چه حمایتی بکنیم، خیلی از کشورهای اسلامی متاسفانه به خصوص کشورهایی که در جرگه مقاومت اسلامی نیستن، حداقل اگر نمیتوانن در مقابل کشورهای غربی بیستن، در مقابل آمریکا بیستن و اونها را از لحاظ اقتصادی روابطشان رو کمرنگ بکنن، یا به خصوص از حیث تامین نفت که اون کشورها، حداقل مبادلات مستقیمشان با رژیم اشغالگر کم بکنن یا قطع بکنن. این کار که دیگه از عهدهشون برمی آید، ولی حتی این کار رو هم خیلی متاسفانه حاضر نشدن انجام بدن. و اگر این جرایان به همین صورت ادامه پیدا کنه، خب طبیعتاً یک شکاف بین جهان اسلام اتفاق میفته، کشورها و مردم حامی فلسطین و حکومت‌هایی که حامی فلسطین در عمل نیستن، و به خصوص کشورهای اسلامی که حکومت‌هایشان حامی مردم فلسطین نیستند و داد و ستدهایشان همچنان با رژیم صهیونیستی برقراره، بین مردم و حکومت یک شکاف ایجاد میشه و طبیعتاً به مرور زمان کشورها باید متوجه باشند که حمایت‌های مردمی خود از دست میتن و ممکنه که باید توجه داشته باشن. واقعیت همینه که ممکنه که حکومت‌ها تبدیل شود و مردم یک روزی صبرشان به سر بیایه و این چوکی‌هایی که نانشستن اینا مادام العمر در اختیار اینها نیست. ممکنه که حکومت‌های دموکراتیک نباشه، ولی به هر حال اگر مردم بیدار بشون، اگر ملت‌ها در واقع آگاه بشون که چاره‌ای نیست جز این که به هر حال باید مقاومت کرد، باید از مقاومین حمایت کرد، اگر مردم یک تحرک داشته باشن، حکومت‌ها تغییر بکنن، اون موقع جریان عوض میشه به سمت جریان مقاومت. از طرفی مردم فلسطین هم بر اساس دستورات دینی با توکل به خدا و با اعتماد به نصرت الهی و با اعتماد به ملت‌های که از اونها حمایت‌های روانی و حمایت‌های سیاسی می‌کنن مقاومت بکنن و به جهاد و مبارزه خودشون ادامه بدن، طبیعتاً میشه بگیم که پیروزی از آن مردم فلسطینه، ولو اینکه صدها هزار نفر از این مردم به شهادت برسن.
ولی در نهایت اون رژیم صهیونیستی نیست که به اهداف خودش برسه که بخواد این مردم را کلن ریشه‌کن بکنه. میتونه برخی را آواره بکنه، میتونه تعدادی را به شهادت برسه، عده زیادی را مجروح بکنه، ولی یک ملت را بخواد کلن از روی کره زمین برداره نمیشه. توجه داریم که ما در یک وقتی مثل قرن 19 هم جمعیت فلسطین حدود 500 هزار نفر جمعیته، ولی یهودی های فلسطین خدمت شما عرض کنم که حدود 24-5 هزار نفر جمعیت بیشتر نیست. ولی وقتی میان تئوری تشکیل دولت اسرائیل و یهودی را میدن، با اینکه قرار بود چند جای مختلف مثل هندوستان، مثل قبرس، مثل آرژانتین، جای دیگه هم پیشنهاد بود، ولی میان انگشت میگذارن روی خدمت شما عرض کنم فلسطین. خود یهودی ها به تنهایی نمیتوانن و اون حزب صهیونیسم بین‌الملل نمیتوانه این کار رو بکنن بدون حمایت قدرت های بزرگ، اون زمان انگلستان و بعد در ادامه آمریکا و الان آمریکا و با اذنابش و همه کسانی که به نحوی زنجیره با آمریکا متصلند. اگر اون حمایت ها یک مقدار کم رنگ بشود و یا حداقل حمایت های نظامی نباشد، مطمئن باشید بعد اون موقع میبینید که مبارزین و مجاهدین فلسطینی چقدر میتوانن پیش روی بکنن و به جایی برسن که الان آمریکایی‌ها میگن آقا ما حاضریم که دو تا دولت تشکیل بشود، دولت فلسطینی، دولت اسرائیلی. ولی اگر اون حمایت ها، چون دشمن از خدمت شما عرض کنم که هزینه میکنه بابت این حمایت هایشان، به خصوص آمریکایی‌ها میبینید هم هزینه سیاسی پرداخت میکنه، هم هزینه تبلیغاتی پرداخت میکنه، هم پول هنگفته هزینه میکنه، هم خب کشورهای اسلامی اگر واقعا حامی هستن باید برای این حمایت هزینه بکنن. نمیشه بگه آقا من حامی هستم ولی یک قران پرداخت نمیکنم، یک لقمه نان نمیدهم. این نمیشه که. بسیار تشکر آقای حسینی. جناب آقای حسینی، چرا نهادها، سازمانهای بین المللی، مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوی این کشتار بیرحمانه و حملات ارتش اسرائیل را بالای نوار غزه و فلسطین نمیگیرد؟ اونا در این زمینه مسئولیتی نداره؟ در مورد خب سازمان ملل و شورای امنیت، خب یکی از اهداف اصلی تأسیس سازمان ملل تأمین صلح و امنیت بین الملل بود و مبارزه با جنگ و خشونت و ناامنی. متاسفانه این هدف در فلسطین اشغالی میبینید که خیلی دچار خدشه شده. علتش هم برمیگرده به اینکه متاسفانه پس از جنگ جهانی دوم ساختار شورای امنیت به گونه‌ای چیده شده که تعدادی از کشورها حق وتو داره. بله. اینا مثلا 15 عضو شورای امنیت هست که 5 عضوش به اصطلاح عضو دائم هست. اگر 14 عضو یک نظر داشته باشد اما یکی از این کشورهایی که حق وتو داره مخالفش باشه، کل اون به اصطلاح اقدامات صورت گرفته نقش بر آب میشه. چنانچه دیدیم دیگه چندین قطعنامه را آمریکا وتو کرد. درست. در حالی که اکثریت کشورهای عضو شورای امنیت خب گوترش رسما اعلام میکنه که اصلا خب این ساختار مشکل داره، خودی تصمیمات شورای امنیت را فلج کردن، نمیتونه تاثیرگذار باشه، اون نقش اساسی که برایش تعریف شده بود اون نقش نمیتونه ایفا بکنه. پس علت اصلی که شورای امنیت و سازمان ملل نتونسته که خیلی موثر واقع شه به خاطر اون مشکلاتی است که در خود رایگیری و این حقیقتی که بر برخی از کشورها در نظر گرفته شده و باعث شده که اصلا اون اهداف دچار خیلی اخلال جدی شوه و اقدامات هم انجام دادن. یعنی واقعا خب گوترش رسما موضوع گیری خیلی جدی داشت در قبال این مسئله و از اون طرف هم بحث اینکه آمدن بحث جنایت جنگی رو مطرح کردن. خب میبینید کشورهای مثل آفریقای جنوبی دخیل میشه، خب به نحوی خب در اینجا میبینید اصلا سازمانهای بین المللی حمایت کردن از بحثش. حتی خود آنروا که به اصطلاح در اونجا هست در فلسطین، بحث کشتار جمعی که نسل کشی هست، اینجا جنایت جنگی صورت میگیره، خب گزارش دادن. یعنی اون نماینده حقوق بشر سازمان ملل که در فلسطین فعال هست که بله اینجا جنایت جنگی صورت میگیره. یعنی خود سازمان ملل و کشورهای غیر از کشورهای حامی اسرائیل واقعا توانسته که اون وظیفه‌ای که داشته انجام بده، اما به خاطر ساختار مشکل داره شورای امنیت و سازمان ملل نتوانسته اون نقش اساسی رو ایفا بکنه. و از طرف دیگر خب ببینیم که در این تجاوزات 6 ماهه به نحوی رویکرد جهانی را ما بر علیه رژیم اسرائیل داریم. یعنی در گذشته اون جایگاه و پایگاهی که اسرائیل در بین کشورهای غربی داشت، حالا می‌بینید که به شدت تنزل پیدا کرده. مثلا
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رسما میگه که خب این دیگه آخری به اصل جنایت هایی است که اسرائیل مرتکب میشه، ما دیگه نمیتونی که از اسرائیل حمایت بکنه و این فجایعی که با بار آورده دیگه قابلی به اصل چی نیست، چشم پوشی نیست. و حتی خود به اصل آمریکایی ها خیلی اظهار نظر کردن، اعلام صریح کردن و طبق آماری که جدیدا اعلام شده بود اکثریت مردم آمریکا مخالف موضع گیری های به اصل بایدن هست که نتونستن نظرات خود جامعه آمریکا رو منتقل بکنه و حمایتش از اسرائیل باعث شده که این جنایت ها همچنان ادامه پیدا بکنه. و میبینیم که واقعا خیلی تظاهرات هایی که در طول این 6 ماه برگزار شده اکثریتش در بین کشورهای غربی بوده، یعنی به جای کشورهای اسلامی فعال باشه بیشترین تظاهرات ها رو میبینیم که در آمریکا هست، در فرانسه هست، در انگلیس هست و در استرالیا و کشورهای دیگر. اینو میبینیم که از نظر جهانی سازمان های مدافع حقوق بشر و غیره مثلا خب میبینید در جریان امید به اصل 6 ماه خیلی افرادی که در فلسطین به اصل کمک میکردند، سازمان های کمک کننده مورد به اصل تجاوزی قرار حمله قرار گرفتن، در این اواخر دیدیم که تعدادی هم تلفات داشتن. سازمان ها خیلی فعال هستن، واقعا تاثیرگذاری هم داشتن، اما متاسفانه چند عامل باعث شده که تاثیرگذاری خیلی جدی نداشته باشه. در گام نخست که حمایت قاطع آمریکا باعث شده، مانی جدی همین هست دارد. که هم شورای امنیت قطعنامه‌اش رو به اصطلاح ناکارآمد ساخته و هم از طرف دیگر اون به اصطلاح موضع‌گیری هایی که کشورهای دیگر داره به خاطر همین حق وتوش نتواند مثمر ثمر واقع شوه. از نظر بین المللی اون به اصطلاح ساختار اون موادی که در بند 7 منشور سازمان ملل اونجا پیش بینی شده، کشوری که قطعنامه بر علیهش صادر میشه اگر اطاعت بکنه و به اصطلاح بپذیره و اون چیزی که خواسته شده او را عملیات سازی بکنه به همین نحو به اصطلاح کفایت میکنه در این حد. اما اگر احیانا به قطعنامه شورای امنیت و خواست شورای امنیت وقعی ننهاد، در اون حالت باید تحریم شود. اقدام دوم بحث تحریم هست. بازم اگر تحریم کارآمدی لازم نداشته باشه اون زمان نیازه که به اصطلاح به صورت نظامی وارد عرصه شوه، یعنی سه مرحله رو پیش بینی کرده در بند ماده 7 شورای امنیت بنده های مختلفش مطرح شده. اما میبینیم که متاسفانه یک دمی اواخر اون به اصطلاح رأی که شورای امنیت قطعنامه یک ساده شد رسما درخواست میکنه که حتما باید به اصطلاح صلح شوه این فجایع به پایان پیدا بکنه، اما میبینیم که در همراه عمل هیچ کار صورت نگرفته. رسما اسرائیل اعلام میکنه که ما به اصطلاح قبول نداریم، رد کردن و هیچ گونه توجهی نکردن، نه تنها عملیات خود کاهش ندادن بلکه افزایش دادن، میخواین که به اصطلاح در جاهای دیگر هم سرایت بدن. علت اصلیش اینه که کشورهای غربی اسرائیل به عنوان نماینده خود در خاورمیانه میدانه. اینجا بحث به اصطلاح جنگ تمدن ها هست. وقتی جنگ تمدن ها مطرح میشه که دنیای اسلام و کشورهای اسلامی و مسلمان ها یک مانع جدی هم از نظر سیاسی هم از نظر فرهنگی و هم از نظر به اصطلاح اجتماعی در برابر چه هست دنیا و به اصطلاح جهانی شدن یا خدمت شما جهانی سازی غربی هست و این پروسه هست که باعث شده که اونها یک دورنمای کلانتر آمده نظر قرار بدن، یعنی بحث حقوق بشر را در اینجا به خاطر اهداف بلند مدت خود نادیده میگیرن. یعنی اون فجایعی که در فلسطین با بار آورده در دوران معاصر یک لکه ننگی برای کشورهای مدرن غربی هست که ادعای حمایت از حقوق بشر میکردن. در خیلی از کشورها همین آمریکای جنایتکار به اصطلاح رفتن دخالت کردن به خاطر منافعش که اتظام میکردن با شعار حقوق بشر، اما میبینیم که بیش از 33,000 نفر مردم مظلوم فلسطین و بی‌دفاع در اونجا وقتی به شهادت میرسن هیچ گونه واکنش ما در قبال این از آمریکا شاهد نیستیم و کشورهای مثل انگلیس و فرانسه و اون به اصطلاح جرگه که آمریکا به اصطلاح رهبری اون با خود. تشکر آقای حسنی جناب آقای حسینی بنان جنبندی بس در آخرین لحظات برنامه هستیم. همونطور که آقای حسنی اشاره کردن بنا بر ملاحظات یا دلایل مختلف از جمله مشکلاتی در ساختار شورای امنیت که گاهن متاثر از سیاست ها و عملکرد آمریکا هم هست نتونستن نتایج جلسات تصمیم گیری هایشان نتیجه بخش باشه مخصوصا در قبال فلسطین، حالا تظاهرات ها صورت میگیره بر علاوه کشورهای اسلامی از طرف خود جهان، کشورهای مختلف آمریکا، شرق، غرب، شمال، جنوب از مردم فلسطین، از خود فلسطین تظاهرات میشه به حمایتشان، مردم به پا میخیزه به صورت خود جوش دفاع میکنن، اما تا هنوز نتانسته فلسطین و مردم فلسطین از شر این جنایت ها آزاد شده. برای آزادی قدس و نجات مردم فلسطین چه باید کرد؟
خدمت شما عرض کنم که یک واقعیتی وجود داره و اون اینه که امروزه مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی نمی جنگه. در واقع دشمن روبروی مردم فلسطین خود نظام استکباری آمریکاست. حالا مثل اینه که در واقع رژیم صهیونیستی یک شعبه، یک نماینده است برای آمریکا. این آمریکاست که در واقع داره اینجا میجنگه با همه هیمنه‌اش، با همه قدرتش. و لذا آمریکا هم به دلیل همین نفوذش در ساختارهای بین‌المللی مانع حمایت واقعی خیلی از کشورهای که یه مقداری انسانی تر و واقعی تر نگاه میکنه، خدمت شما عرض کنم که مانع اقدامات اونها میشه. از جمله مثلا دیدید که آفریقای جنوبی در دادگاه بین‌المللی شکایت کرد و خب به هر حال پروسه رو به جریان انداخت، ولی با فشارهایی که هست باز این در عمل خیلی کاری صورت نگرفته و در حدی که سفارش که فعلا مثلا اگر صلح بشود خوب است و اینها قصه پشت سر گذاشته شد. به نظر من تنها راه نجات مبارزه واقعی است و حمایت واقعی کشورهای اسلامی، جریان مقاومت و مردم دنیا از مردم فلسطین. دیگران حمایت کنند و مردم فلسطین و مبارزین و جریانات سیاسی نظامی فلسطین بدانند که هیچ راهی برای آزادی، برای پیروزی ندارن جز مقاومت، جز مبارزه، جز جهاد واقعی. و همون که با شعار دینی که اگر کشته بشیم هم پیروزیم و اگر کشور خود را و خانه خود را، سرزمین خود را پس بگیریم بازم پیروزیم. لذا هر دو سر پیروزی است به شرطی که این مقاومت همچنان ادامه پیدا کنه و جنگ های 20 چند روزه و یا چند روزه رسیده به چند ماهه، در واقع بنزه نصف ایام سال را اینا در حال جنگ بودن. و می شود که به هر حال دشمن را خسته کرد، دشمن را عقب راند و به جایی برسه که کل مردم دنیا رژیم صهیونیستی را محکوم بکنن و حق را به مردم فلسطین بده. بسیار تشکر، ممنونیم از حضور شما آقای سید آقا حسن حسینی و آقای عبدالعلی حسینی، اساتید دانشگاه و آگاهان مسائل سیاسی که در این بحث تشریف آوردین. و از همه شما بینندگان عزیز ارجمند هم سپاسگزاریم که تا پایان این بحث با ما همراه بودین. وقت شما خوش، خدا نگهدار.